أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فأتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأطبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. در این آیات آخرین قصه از این سوره مبارکه به صورت بسیار فشرده ذکر می شود، ولی طبیعی که داستان موسی علیه السلام در سوره های مختلفی از قرآن کریم، از جمله در سوره مبارکه اعراف، یونس، طه، شعرا، نمل، قصص، سوره غافر به طور مفصل ذکر شده. هدف از این قصه حضرت موسی علیه السلام در اینجا تسلی برای رسول ما صلی الله علیه و سلم و درس عبرت برای مردم است که چرا الله متعال که اق نعمت ها را برشان ارزانی کرده در او تدبر نمی کنند و عبرت نمی گیرند و فرق بین حق و باطل نمی کنند. بناً پروردگار عظیم ارشاد می فرماید که ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین، و به تحقیق که فرستادیم حضرت موسی علیه السلام را بآیاتنا، با معجزات خود، و سلطان مبین و دلیل روشن. از یک طرف برش معجزات می دهد، از طرف دیگر دلیل روشن عقلی مطابق با واقع. یگان بار ما می بینیم که معجزه برای عزیز که پیغمبر ادعایی که می کند برای احقاق حقانیت از او آمدن می کند به معجزه، و او معجزه تعلق مستقیم با پیام ندارد، ولی سلطان مبین که است این ارائه کردن قضیه‌ای که تعلق می گیرد به مدعو و مطابق با واقع و حلال کننده مشکلاتی که امو جامعه و امو مدو با او دست و پنجه نرم می کنند. پس حضرت موسی علیه السلام فرستاده شد به قبیله بنی اسرائیل، در حالی که بنی اسرائیل با ظلم، با مشکلات مختلف روبرو بودند. معجزه داده شد برای بیان حقانیت دعوت که فرعون را وادار بکند تا پیام را بپذیرد، و سلطان مبین داده شد تا بنی اسرائیل و در ضمنش ملائکه که در گرد و حول فرعون بودند اقرار بکند به حقانیت قضیه. ولقد ارسلنا موسی، به تحقیق ما فرستادیم حضرت موسی علیه السلام را بآیاتنا، با معجزات و سلطان مبین و دلیل روشن. مراد از آیاتنا نو معجزه است که تعداد از آنها را در سوره مبارکه اعراف آیه 133 و همه آنها را در سوره مبارکه اسراء آیه 101 مذکور است. مانند عصا، ید بیضا،
طوفان، جراد، قمل خون، کمی میوه، کمی نفوس. خدا رأس از او امو دو معجزه است که ید بیضا و عصای حضرت موسی علیه السلام است. و مراد از سلطان مبین حجت و برهان روشن برای اثبات توحید و سایر صفات الهی بود. در برابر از این دلائل روشن موسی علیه السلام را ما فرستادیم الی فرعون و ملائه، به سوی فرعون و درباریان او. مقصود از ملائه اشراف و زعمای قوم و کلانا و سردارا و که در گرداگرد فرعون بودند و نفوذ مستقیم داشتند بر فرعون. اضافه ملا به سوی فرعون به خاطر آن است که آنها اعضای مشورتی و مشوردهنده فرعون بودند. هنگامی که موسی علیه السلام فرعون و ملائه او را به سوی توحید فرا خواند و برایشان معجزات و براهین را داد، باید میپذیرفتند، ولی متاسفانه بلکه فتبعوا امر فرعون، این ملائه آنها فرمان فرعون را پیروی کردند و در انواع دلالت و کفر و ظلم بر بنی اسرائیل و قتل پسران از اینها و جنایت دست مستقیم داشتند. بعد حقیقت فرمان فرعون را توضیح می‌دهد که و ما امر فرعون برشید، در حالی که فرمان فرعون درست نبود. ملأ که در گرداگرد فرعون بودند باید به اساس مقامی که داشتند، جایگاهی که داشتند و خواسته یک انسان معقول امیست که همیشه برای کلانا مشوره خوب بده. ولی این گرداگرد فرعون کسایی بودند که به چشم و لب فرعون می دیدند که چی کار بکنه فرعون خوش شود، چی کار بکنه که فرعون اونا را تایید بکنه. به این نبودند که ملت چی می خواهد، به این نبودند که واقعیت چی است، به این نبودند که اهداف یک نظام را درک بکنند و یگان را به خاطر مردم و به خاطر واقعیت‌های عینی کلان را خفه بکنند و کلان را متوجه برای خلاهای خود بکنه. این رقم نبود. فتبعوا امر فرعون، پیروی میکردن امی فرمان فرعون را، هرچی که فرعون میگفت میگه همون درست است. ظلم که فرعون میکرد در حقیقت اینا همراهشان تایید میکرد، اینا میگفتن امی درست هستن، در حالی که وما امر فرعون برشید، در حالی که دستور فرعون دستور خوبی نبود، دستورش خوبش نبود، فرمانش خوبش نبود. ما امروز هم عین گپ میبینیم. شما باور بکنین امی کلانای ما را که خراب کرد، پاچه‌ها را که خراب میکنه، امی کسایی که مشاورین هستند، اینا به اندازه‌ای ضعیف مردم هستند که فقط برای پیشانی جنابشان سعی میکنند. اگر او ترس بود یام ترس میباشد، اگر او خنده کرد گپم خبر نباشد خنده میکنند و هر سخنی که او بگوید ده دفعه میگه اما تو هست، اما تو هست، اما تو هست. اما متاسف هستیم به ایتو یک حالت بیرون که باشه و بیرون از مجلس که شوه باز برش بگوی چه تو هست، باز میگه والا کار خوب نشد، امی گپ سهی نیست، خیلی دمونجا چرا نگفتی، حال از امی خاطره هست، امی رشته ایت هست، امی کار هست، امی خاطره آمدی، این کار نمی کنم. پس وقتی که تصمیم غلط گرفته شود، نتیجه طبیعتاً غلط می شود و ما امروز به همین شاهد هستیم. شما باور بکنید درباره قضیه صلح افغانستان این گپ ما به چشم سر خود دیدیم که در ظاهر مجلس کلان بشینه صاحب صاحب میکنه، بیرونش که بکنی باز دیگه چیز میکنه. در قضایای اقتصادی می رقم، در قضایای مهم می رقم و بعض شما جدی هم گفتیم که چرا تو میکنی، باز میگه علی غریب آدم هستم، باز میکشم. و ما امر فرعون برشید، در حالی که فرمان فرعون درست نبود، بلکه سیاست و فکر و اندیشش همش دلالت و گمراهی بود. سپس سرنوشت و کیفر فرعون و پیروانش را رب العالمین شرح می کند که ایتو نمی شود که اگر کلان ایتو مشاورین بر خود انتخاب بکنه که او مشوره صحیح نده،
باز اون مشاوره بگذاره، اون مشاوره دیگه مست کنه. و این مشاور بدبختی که مشوره غلط میدهد و همیشه پیشانی یک کلان نسای میکند، این هم در جرم شریک است. عذاب خداوند متعال که میه اردویش را میگیرد. از این خاطر میفرماید که یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار. او روز قیامت پیش روی قومش میباشد، فرعون پیش روی قومش میباشد، پس آنها را وارد میسازد به کجا؟ به آتش سوزان. او پیش میباشد، قومش مشوره دهندیش کلش پشت سرش میباشد، زیرا استکبار و ظلمی که کرد نتیجهش امی میشود. سپس زشتی جایگاه او را ذکر میکنه و بئس الورد المورود، و چه بد جاییست که بدان وارد میشود. هر کلان با قومش که در گمراهی او را تایید میکنه، رب العالمین میگه که و یوم یقدم قومه، پیش روی قومش میباشد، یوم القیامت روز قیامت، فاوردهم النار، و واردشان به آتش دوزخ میکند. این آتش دوزخ تو آتش عادی نیست. و بئس الورد المورود، و چه بد جایی است که بدان وارد میشود. الورد آبی که انسان به آن وارد میشود، یعنی مکان ورود، یعنی مکانی که به آن داخل میشود از آتش سوزان است، تو آتش جایی هم نیست. در سوره مبارکه غافر آیه 71 و 72 میخوان اذ الاغلال فی اعناقهم و السلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، چون توخا در گردنشان می باشد، زولانه ها و زنجیرها در پایهایشان می باشد و با مو حالت وارد آتش می باشند. بعد از بیان زشتی جایگاهشان، خود آنها را تقبیح و نفرین می کند و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه، و به دنبالشان در این دنیا لعنت فرستاده می شود و روز قیامت هم مورد لعنت قرار می گیرند. فرشتگان، اهل محشر و همه انسان ها اونها را نفرین می گوید. در سوره قصص می خوانیم که و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه، ما در پیشان مسلسل فرستادیم لعنت را، هم در این دنیا هم در اون دنیا. اینجا هم امین نقطه را می گوید که در قیامت خوب پیش می باشد و قومش و عملش پشت سرش می باشد، ولی در دار دنیا هم با اتبعوا فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه، و به دنبالشان در این دنیا لعنت فرستاده می شود و در روز قیامت هم توسط ملائکه، توسط انسانهای دیگر مورد نفرین قرار می گیرند. لعنت خود در حقیقت دموست که تبعد عن الرحمه، دعا می که خدای ایر از شمول رحمت دور بگیرد، مورد انعطاف قرارش نده. بئس الرفد المرفود. بعد می فرماید که چه بد ارمغان است که به آنها داده می شود. بئس الرفد. الرفد به معنای عطا، به معنای بخشش و ارمغان. المرفود عطا شده، بخشش شده. مراد از آن لعنت است که الله تعالی بر آنان کرده و اسباب استهزا به معنای رفد نامیده شد. استهزاءً. بئس الرفد المرفود، بد عطا و ارمغان است که به آنها داده شد. این آیات مختصر به ما چند نکته را داد. یک خوی ای را داد که این دنیا ایتو زوال میکند. هر قدر قدرت داشتی، هر قدر نیرو داشتی، یک وقت به زباله تاریخ سپرده میشی. هر قدر قدرت داشتی. پس اکنون نه مو فرعون است، نه امو ملع است، نه امو نعمت های فراوان است، نه او کبر و غرور است. ما شما فقط تاریخش را میخوانیم. با ما شما امی پیام داده شد که یک روز امو تو شما میرین و دیگرها باز حکایت شما را میکنند. نکته دو، با ما داده میشه که یا کلان میباشیم و یا کسی میباشیم که مشوره میدیم و یا کسی میشیم که در زیر اتباع قرار میگیریم. در هر صورت اگر ما کلان خود را بدون چون چرا اطاعت بکنیم و او کلان گمراه بوده باشد، ما را مستقیماً با آتش میبرد، مستقیماً میبرد. از این خاطر عزیزایم، در اسلام عزیز ما به نام شخصیت گرایی چیزی وجود ندارد و حرام است و ناروا است. ما شخصیت گرا نیستیم، ما اهداف را دنبال میکنیم.
او اهداف اگر در یک نفر بود، او نفر را به خاطر دوست داریم که او اهداف را دنبال میکند، او عقیده و فکر را دنبال میکند. ورنه عاشق هیچ قواره نیستیم، عاشق هیچ روی نیستیم. هدف همان عقیده و باور و ارزش هاست که ما را به طرف اتباع میکشاند. این اساسی ترین نقطه است. پس هرگاه کسی با اهداف ما بازی بکند و اهداف ما را کوچک بشمارد، ما امون لحظه برایت خود اعلان میکنیم. بنابراین تو نمیشود که فلانه صاحب است تا آخر بر صاحب بگوید. این صاحب تا یک وقت خوب بود، بنابراین جهاد ما را فروخت، ارزشای ما را زیر پای کرد و اهداف ما پشت داد. اکنون هیچ چیز هم نیست، نه رهبر ماست، نه کلان ماست و نه در پشتش ماست. در پشت شده این اساس است. بنابراین نمیشود که هر گمراهی کسی کرده برای ما پشتش روان شده بریم، در هر غلطی کرده برای ما پشت، نه، عقل داریم، منطق داریم و پشت سر حق هر کسی که بوده باشه می رویم. کسی که ناحق شد عقب نشینی میکنه و این مسئولیت ما شماست. اگر نکنه اینی رقم می شود، یک روز هیچ کدام نیست، ولی در حقش فیصله می شود، در حقش دستور می گیرد. گپ دیگه به ما ای داده می شود که حق حق است، باطل باطل است. حق به معنای عزیز که ثبات دارد، ولو که در ظاهر تحقق پیدا نکرد. پس فرعون باطل بود، نابود شد، روشش باطل بود، نابود شد. و آخری گپی که کسایی که مشوره میتن اونا مسئولیت دارن، اونا عادی قضیه نیست که بگوین که چرا رقم گپ مرا قبول، نه، کسی که گفت مشوره میتن جدی مشوره بدهد. از خاطر پیامبر علیه السلام میفرمه که المستشار و مؤتمنان، میگه کسی که مشوره میده او انسان امینی است، غلط نمیگوید، درست نمیگوید، دروغ نمیگوید. بعد از این که ای آخری قسم خلاص شد، سوره در حالت خلاص شدن است. عرف قرآن کریم ایست که در ابتدای سوره هم هدف تعیین میکنه، بعد از او دلایل را در خلال ازی میاره و در اخیر پس جنبندی را شروع میکنه. بناهن قصایی که داده شد ای کلش برای ازی بود که برای ما شما تاریخ را به عنوان یک علمی که از واقعات گذشته بحث میکند تا او غلطی هایی که سبب سقوط امتهای گذشته شده، از او غلطی ها خود را نگاه بکنیم و او عواملی که سبب رفعت شأن یک امت شده، او اسباب را در خود تقویت بکنیم. بناهن ای داستان ها قبلا گذشت. حال به ما حقانیت رسالت قرآن کریم و تسلی برای رسول ما صلی الله علیه و سلم و سوم بیان سنن تغییر ناپذیر الله متعال را بیان میکند. یعنی سه چیز بر ما میده: حقانیت رسالت، تسلی برای پیغمبر و بیان سنن الهی. که این دنیا که است، این نظام که است، سر یک سیستم منظم و دقیق علمی روان است، این تغییر نمیخورد. بنابراین ناممکن است که سنن الهی را تغییر بدی. و از این خاطر است که اگر ما کل قرآن کریم را از اول تا به آخر تلاوت بکنیم، سر یک گوری برنج، یک دانه برنج بدنت نمیره، زیرا برای گرفتن برنج دست خداوند پیدا کرده که کلکایش از او طرف است، از او بگی. تو این سبب را و این را بکار نمیبری، برنج خودش نمیره. میخواین یک نظام خوب داشته باشین؟ بدون مبارزه نمیاد. میخواین دین نشر شود؟ بدون تکلیف نمیشود. میخواین بیان بکنین چیز را؟ بدون گفتن نمیشود. بنابراین سنن را الله متعال بر ما بیان میکنه که ما پیغمبران را فرستادیم برای بیان حقیقت. در اختیارتان چی داریم؟ حقیقت. شما ایر چی بکنین؟ نشر بکنین. تا توسط نشرتان، توسط تا خدمت کردنتان امی ارزش ها تحقق پیدا بکنه. غیر از او تمام مروز دعا بکو، دعا بکو، دعا بکو، خدایا ما را جور بکو، خدایا روز امریکا را شکست بده، خدایا خدایا، گفته برو هیچ کار نمی شود. دقیق شده؟ هیچ کار نمی شود. سنن الهی ایتو نیست که مفت کده تغییر بیاید. در خانه بشین باز دکتر شوی، در خانه بشین باز عالم شوی، پیش دکتر نری مفت جور شوی، نمیشه، امکان ندارد. از این خاطر سه نقطه را برای ما شما الله بیان میکند
و در فصل اول از آیه 100 تا به 108 بیان حقیقت قرآن کریم را با دلایل صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم و به این معنا که هیچ چیزی نمیتواند عذاب الهی را دفع بکند، بیان اوصاف قیامت سی نقطه را برای ما شما بیان میکند. بناهن الله متعال بعد از آن که داستانهای انبیا را ذکر کرد، برای ابراز صداقت پیغمبرش میفرماید ذالک من انباء القرى نقصه عليك، این از خبرهای شهرهایی است که ما بر تو خواندیم. ذالک همین داستانهایی که بر تو خوانده شد من انباء القرى، از خبرهای شهرها و مدائنی بود که نقصه عليك، ما او را خواندیم بر بالای تو. درس‌های تاریخی عجیب بود، کیفیت عجیبی از دعوت انبیا بود، مخالفت‌های عجیبی از اقوام بود، این کلش برات خواندیم. سپس این شهرها را تقسیم می‌کند، منها قائمون، بعض از این شهرها و قریه‌ها قائمون بر جای خود است، بر جای خود است، تو را می‌بینی، و حصیدون، و بعض دیگش درو شده است، از بین رفته و نابود شده است. دو داستان را ذکر کرد، قبیله های را به ما شما ذکر کرد که این چیز آثار نداره، فقط تاریخ اونا را ثبت میکنه، ولی بعضش عملا خانه هایش وجود داره و به نام مدائن صالح فعلا در سعودی وجود دارد. یعنی عملا عمول که در کوها چگونه خانه ساختن، چه رقم زیبا ساختن، به چه شکل او را تنظیم کردن، عجیب و غریب است. در ترکیه عملاً امو جایی که حضرت ابراهیم خلیل بوده و امو جایی که در او آتش انداخته شده و این کلش منظم وجود داره و دقیقاً تمدن قوی از او زمان را برای ما شما حکایت میکنه. من در یکی از خانه هایش رفتم، بسیار جالب بود برام که در داخل دیوار اما تو آب میآید بسیار به شکل جالب در تشناب و یک سنگ مکملا یک تخت در حقیقت امو جای غسل و جای تشنه چی هست، حمام هستن، به شکل عجیبی ساخته شده، سه دانه سنگ گذاشته شده، سقف جور شده، سر سه سنگ که چیگونه ای را تراش کرده و به چی شکل دقیقی ای را چسبانده در حالی که هزارها سال از پیش تیر شده. پس قرآن کریم بر ما میگه که منها قائمون، بعض از شهرها چی هست؟ اکنون هم به پای خودش استاده است. عملا شما جا مراجعه کرده میتونید میبینین و این دلیل بریست که در اینجا چی گپ بود، چی یک تمدنی بود، چی یک قدرتی بود، چی یک نظامی بود. و حصیدون، و بعضی چی شده؟ درو شده است. حصید در اصل به معنی درو است. درو به معنی اینه میگه ما که همین گندم درو میکنیم بیخکایش میماند، ولی اصل شی از بین رفتگی میباشد، دیگه باز هر کس سرش پای میماند. درو که کدی هیچ وقت دقان برد نمیه که دیگه طرف نرو، میتونی سرش بره، اما این رقم نابود شدن و زیر پای شدن. کسی فکر نکند که این اقوامی که نابود شده بدون کدام گناه نابود شده، ای تو نباشد. و ما ظلمناهم، و ما بر آنها ستم نکردیم، و ما ظلمناهم، ما ستم سرشان نکردیم، ولیکن ظلموا انفسهم، ولیکن آنها بر خود ستم کردن. ظلم چی بود؟ استعمال شای در غیر موضوع دهوش، اینها این نعمت های وافر الهی را غلط استعمال کردن. دو چیز در زندگی فراموش نکنین، یکی ای که هیچ وقت شما چیزی که داره نمیشه امرایتان نیست، نه عمرتان، نه علمتان، نه قدرتتان، نه تعقل و فکرتان، هیچ چیزتان نمیشه امرایتان، این خامخا میرود. دو، اگر در زمانی که تو امی امکانات داری این را درست استفاده کردی به منفعت خودت است، عدل کردی هیچ وقت نابود نمیشی، هیچ وقت نابود نمیشی، عدل کردی همیشه امن داشته میباشی، عدل کردی بقا داشته میباشی. پادشاه‌ها که ظلم میکنه خیالش میاد که من ظلم نکنم پادشاهی ما شفا میشه، اینطور نیست. اگر عدل بکنی خیر برسانی پادشاهی دوام میکنه و ظلم نمیشه. از این خاطر ما همی جنگایی که فعلا میبینیم این کلش در حقیقت از امون بیعدالتی و ظلم است. وقتی که بیعدالتی شد عقده ایجاد میشود، که عقده ایجاد شد مقاومت بیشتر میشود، مقاومت که بیشتر شد تو آرام خود کردن نمیتونی،
و ما ظلمناهم، ما بر آنها ستم نکردیم، بلکه همه چیز برای خدمتشان داده بودیم، ولیکن ظلموا انفسهم، ولی ها با مخالفتشان با انبیاء علیهم السلام بر خود ظلم کردند و کیفر گناهایشان را گرفتند. موضوع دوم، همه چیز نمیتواند عذاب الهی را دفع بکند. هر چیزی که داشته باشه اگر عذاب الله آمد دیگه مقامت وجود نداره. فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك. فما اغنت عنهم، پس دفع نکد از ایشان انگامی که عذاب الله و مجازات الهی فرا برسد. آلهتهم، معبودان خود ساخته ایشان، التي يدعون من دون الله، کنها برشان ندا میکردن و آواز میکردن بغیر الله، من شیء، این چیزی را دفع نکد. لما جاء امر ربك، انگامی که فرمان عذاب پروردگار رسید، انگامی که فرمان عذاب رسید هیچ کاری نشد. انگامی که فرمان مجازات پروردگار به ایشان رسید، معبودان که در وقت نزول مصیبت آنها را میخواندند هیچ کاری کردن نتانست. یعنی معنایی که اینا خب بتا را ساخته بودند و مشکلات کوچک کوچک پیدا میشد با آنها رجوع میکردند، او را مؤثر فکر میکردند، ولی وقتی که عذاب الهی فرا برسد این معبودای باطل هیچ کاری کردن هم نمیتونن. نه آنها چیزی دفع کردن، در حالی که در دوران زندگیشان آنها را شفیع قرار میدادن، دافع البلا برش میگفتن. در سوره مبارکه احقاف آیه 28 از حال از این مردم هم با ما خبر میده. فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلهه بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون. پس چرا به انگام مصیبتی که برشان نازل میشد همین معبودان اینها را مدد نکرد؟ عذاب آمد، بلیا، نابود شدند، بلیا، غیر الله را خود چک میزدند، چرا اینها را دفاع نکرد؟ این دلیل بریست که عذاب الله بیاید، این خداهای پوشالی و خود ساخته هیچ کاری کرده نمیتند. این معبودان نه تنها که بانها سود نرساندند و ما زادوهم غیر تطبیب، جز به هلاکتشان نیفزودند. تطبیب، هلاکت، زیان، این معنا را می رساند. و ما زادوهم، و نیفزودن ایشان را غیر تطبیب مگر چی را؟ امو هلاکت و بدبختی و زیان را. انگامی که بلی تمه بودن که این معبودا ما را نجات می دهد، در حالی که نه تنها که نجاتشان نداد، حداقل امو استعداد حرکت هم از اونها گرفت. اینا خب به امید بودن که ما می شینیم باز خود به خود دفع می شود، کار نشد، فرارم کرده نتانستن. سپس همه آنها را فرا گرفت. کذالک اخذ ربک ان اخذ اذا اخذ القرى وهي ظالمه، همین گونه است گرفت پروردگارت. و کذالک اخذ ربک، همین طور است گرفتار پروردگار، اذا اخذ القرى، انگامی که بگیرد قریه ها را، وهي ظالمه، در حال گناه ستمگار باشد. وقتی گناه ستم پیشه بکنن الله انتباز میگیرد. حالی ببینید که کدام یکی از این داستانه هفتگانه ششگانه که به ما یاد کرد وجود دارد؟ نه سمود است، نه عاد است، نه قبیله صالح است، نه قبیله موسی است، هیچ کدامشان نیست. و کذالک اخذ ربک، و امین طور است گرفت پروردگارت، اذا اخذ القرى وهي ظالمتون، هنگامی که شهرهای ظالم را بگیرد، در هر زمان و مکانی که باشند الله متعال به مجازات اونها را نمی ماند. سپس از شدت گرفت خود خبر می دهد. این اخذه علیم شدید، حقا که گرفت پروردگار بسیار دردناک و شدید است. بسیار دردناک و شدید است. و ما خواندیم که چگونه شدید بود. در آب رفتند، بعد دیگر روی شدند، صیحه سرش نازل شد، نابود شدند، که علم یغنو فیا، گویا که اصلا در اینجا نبودند. ان اخذه علیم شدید، حقا که گرفت پروردگار بسیار دردناک و شدید است. ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الاخره، در این بیان درس عبرت است برای کسی که از عذاب آخرت میترسد. در دنیا که عذاب میاد این دلیل بر چیز که پشت سر گپ دیگه است. ان فی ذلک لآیه، مسلما در این داستان ها، در بیان از این واقعیت ها، لآیت نشانی است، لمن خاف عذاب الاخره، برای کسی که از عذاب آخرت میترسد. بناهن به سوی ایمان و طاعت باید مبادرت بورزد.
اخبار انبیاء علیهم السلام در باب معاد و جزا بدون کدام شک و تردید او پیام را برای ما شما می دهد. سوم اوصاف قیامت را ذکر می کند. ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الاخره، آل آخرت را برد ذکر می کند. میگه ای آخرت چی رقم است؟ ذلک یوم مجموع له الناس، آن روزی است که در آن مردمان گرده هم آورده می شوند تا به هر کدام نتیجه عملش داده شود. ذلک یوم مجموع، روزی است که مردمان کلا جمع می شوند. و ذلک یوم مشهود، و آن روزی است که همه در آن حاضر کرده می شوند. یکی صفتش است که همه مردم جمع می شود. و ذلک یوم مشهود، و آن روز که همه حاضر می شود، همه حاضر می شود. ببینید که همه حاضر می شود، یعنی حیوان حاضر می شود، انسان ها از تمام قرون حاضر می شود، چیزی که زنده جان بود کلش حاضر می شود. بعد و اما اینکه چه وقت می آید این روز، او را می گوید که و ما نؤخره الا لأجل معدود، و ما آن را به تأخیر نمیندازیم مگر تا مدت معین، که عبارت از عمر دنیا است تا برای هر انسان فرصت ازی داده شود که نتیجه مسیر خود را تعیین بکند. پس قیامت و روزی است که همه مردم در او جمع می شود. و ذلک یوم مشهود، و همه مخلوق جمع می شود. و سومیشی که تاریخ از او را خداوند متعال برای کسی نگفته، و ما نؤخره، در آمدن قیامت تأخیر نمی کنیم الا لأجل معدود، مگر برای یک زمان مدتی که او معین است پیش الله متعال. در آمدن قیامت دو نوع دلائل وجود دارد، و علما میگه که علائم کبرای قیامت و علائم صغرای قیامت. علائم صغرای قیامت خود امی پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم است. وقتی که پیغمبر آخرین پیغمبر شد، خود دلیل بر است که دیگه این دنیا وقتش پوره شده. دو، بعد از این باز میبینیم که حالت های گوناگون را رسول ما صلی الله علیه و سلم از قیامت شرح میداد، و کلن تمام چیزی که رسول علیه السلام در باب دلائل صغرای قیامت گفته او را ما شما مشاهده میکنیم. امی یکی روز پیامبر علیه السلام میفرمه که یک روز سر امتم خود آمد مثل که حیثیت یک کاسه به اصلاح نان داشته باشد، و هر کس میای از امی جا یک لقمه بر میدارد، هر کس خود سر میکند، یعنی هر کس میای سر مسلمان چی میکند؟ میتازد. و ما گفتیم که یا رسول الله تا او روز ما ایقه کم می باشیم که هر کس می آید و همه تو به اصلاح از ما لقمه بر می دارد. پیغمبر گفت که نه، بل انتم کثیرون، او وقت بسیار زیاد می باشید، میلیارد ها می باشید، ولیکن غثاء که غثاء السیل، قف دریا بر می باشید، هیچ حیثیت نمی داشته باشید. امروز بی حیثیت ترین مردم در روی زمین مسلمان است، بی حیثیت ترین مردم، اصلا ارزش نداره مسلمان، اصلا ارزش نداره. و این کلش وقتی که تحلیل میکنی چرا ما بی ارزش شدیم، به خاطر که مسلمان به این کتابی که فیرون پیش روی ماست به این ما وقع نمیگذاریم، توسط از این کتاب جور شدیم، به اعراض از این کتاب چی میشیم؟ خراب میشیم. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمى. هر کسی که از قرآن اعراض میکند الله معیشت تنگ را برش می دهد. بنابراین در اینجا قرآن کریم بسیار زیبا میگه که این حالت ای کلش به خاطر ازی است که با تأسف خود ما برای خود ما خراب کردیم. با تأسف. و ما نؤخره الا لأجل معدود، و ما او را تأخیر نندازیم مگر به خاطر یک فرصت معدود. پس علائم صغرای قیامت کلش واقع شده است، کلش واقع شده است. در یک حدیث دیگر میخوانم، میگه یک وقت میگه که مردا زنهای خود بسیار دوست داشته میباشد، عزتش میکنه، به طور مثال به موی شاریش میدوه، به اشاره چشمش میدوه، ولی مادرش را کنار میگذاره، در فکر مادرش نمیباشد،
که این مادرم انسان است یا نیست. یک سه روز پیش یکی از پیچه سفیدا خانه ما آمده بود، همه تو اشکش آمد، گفت سه بچه دارم، انگامی که اینا جدا شدن بعد از او باز دیگه میگه که خب الترا چطور کنیم، کتی کی باید باشی؟ گفت او به او اشاره میکرد، او به او اشاره میکرد، اشکش آمد. و ده ها داستان ها را ما شما میبینیم که زنا را ما ترجیح میتیم، عزت از اونا را میکنیم، کالایشان متوجه هستیم، هر چیزی که میگد برش میداریم، ولی در فکر مادر خود نیستیم، در فکر مادر خود نیستیم. ما تأسف است. بعد میگه بگه بچه در خدمت رفیقایش میباشد، فلانه جا بریم چکر بریم، فلانه جا نان میخوریم، این میکنیم، این میکنیم، این میکنیم، و در فکر پدرش نمیباشد که آیا این پدر دور پدارد که انگامی که به مسجد میه یک آن روز باز یک نفر میه که یک چیز خیرات بده، در دل پدر میاد که کمک بکنم، ولی در جیبش یک رفم نمیباشد و این فرزند برش نداده است، در حالی که خوب میفهمد که وضعیت پدرم چطور است. بعد از او مالم از پدر، خانم از پدر، قمانده کی میتن؟ قمانده باید بچه بدهد. ولی همه تو روز نامده؟ بلکل همه تو آمده. این واقعیت است. رسول ما صلی الله علیه و سلم ایتو یک روز میاید که مردم امروز علما و مردم های گذشته را نفرین میکن، میگه و نمیفهمیده تار با خود همه تو نیست، در بین مسلمان های ما همه تو راست. یک نفر را میبینی والله امیمی قرآن خوانده نمیتونه از رویش، او هم چی میگه؟ ابو حنیفه کی بود؟ او هم یک مولا بود، من یک مولا هستم. ایران آدم بانه که حالی کتزی چی میکنه؟ صحیح شد؟ هیچ چی را یاد نداره، او هم برد پیش میکنه، دلائل خودم میگه، بیا دلیل بگه، کدام دلیل کتم میگه؟ تو دلیل میفهمی؟ این مشکل ما ایز است، یعنی علم گم میشود، عالم نماها میاید، علم گم میشه. قضا در شریعت اسلامی اجتهادی است، یعنی قضات مجتهد بودن، اونا به چی رجوع نمیکردن؟ به ماده قانون. خود قاضی مجتهد بود، خودش فیصله میکرد چی رقم که میخواست. اکنون قضات ما حرف هم بلد نیستن، با مشکل رو برستیم. یا کلش علایم قیامت است که ما با اون میبینیم، بی برکتی رو میبینیم، ایتو بی برکتی که انسان تعجب میکنه. ایجوری سفیدای ما اصلا یک چیز کم را مردم میخریدن، خلاص نمیشد، با او کمک میکرد، با همسایه کمک میکرد، بسیار جالب بود. یاد ما نمیه که در قریه شیر مردم از تو دور بکنن، در خانه میرفتی یک کسی شیر بوده مثل اول برد میداد ماست بوده، یک پیسه خو نمی گرفتن، ولی ای شیر و ای ماست و ای چیزا را عادی به مردم می دادن. در ذهن صاحب خانه هم تیر نمی شد که امی شیر آدم مفروشد، ماست آدم مفروشد، ذهنت نمی آمد. اپنون علی صاحب که برو باید کسی را باید شیر بتویید، چی کدام شیر؟ او حالت ها تغییر می خورد. اما تو روز پیامبر علیه السلام می فرمه که میگه سال ماه می شود، ماه هفته می شود، هفته روز واره میشه، اما تولی نشد، شور میخوریم، عمر خود از دست میدیم و زمان خود از دست میدیم. فقط مانده علایم کبرای قیامت، علایم کبرا صغرا خود کلن تحقق یافته، کلن تحقق یافته. و ما نؤخره الا لأجل معدود، و ما آن را به تأخیر نمی اندازیم مگر تا مدت معین و دقیق. بعد از بیان اوصاف قیامت، هیبت و عظمت آن را بیان میکند. یوم یأتی، انگامی که قیامت بیاید، لا تکلم نفس الا باذنه، انگامی که آن روز بیاید هیچ کسی جز به دستور او سخن نمیگوید. یوم یأتی، روزی که قیامت تحقق پیدا بکنه بیاید، لا تکلم نفس، سخن نگوید هیچ نفس الا باذنه، مگر به حکم خداوند متعال. دیگه با زبان بسته می شود. در سوره نبأ می خوانیم یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کلمه یوم در آیه به معنای حین و ساعت است. یوم به دو معنا در زبان عربی شایع است،
و فعل یأتی یوم مشهودون است. پس یوم یأتی به معنای حین یأتی، یعنی هنگامی که بیاید. حین یأتی، وقتی که بیاید روز قیامت، لا تکلم نفس، سخن نگوید نفس، الا به اذنه، مگر به دستور او، مگر به دستور او سخن میگوید، اما تو آرام خواهند شد. بعد مجازات بدبخت، بدبختان و پاداش نیکبختان را اشاره میکند. فمنهم شقی و سعید، پس بعض مردمان در آن روز بدبخت و بعض از ایشان نیکبخت میباشند. فمنهم شقی، بعض مردم چی میباشد؟ بدبخت میباشد. و سعید، و بعض مردم نیکبخت میباشند. فما اما من اوتی کتابه بیمینه، هر کس که کتابش به دست راستش داده شد چی میگه؟ ها او مقرأ او کتابیه، او مردم بیاین نامی اعمال ما رو بخونه، خوش میباشد، چک میزنه، او طرف میره، او طرف میره. و او که نامی اعمالش به دست چپ داده شد، اما تو پتش میکنه که کسی خبر نشود. و یک وقت خود رسید که یا لیتنی کنت ترابا، کاش که خاک میبودم، اصلا انسانم نمیبودم. فاما الذين شقوا ففي النار، اما کسانی که بدبختند در آتش دوزخ جای دارند، منزل و مأوای آنها دوزخ است و خودشان بر شقاوت خیش گواهی میدن. قالوا گوین ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ضالين، گوین ای پروردگار ما، ما بدبختی ایمان بر ما غالب شده است و ما مردم گمراه بودیم. قالوا گفتند ربنا غلبت علینا شقوتنا، غالب آمد بر بالای ما شقوتنا، اما گمراهی و شقاوت ما. و کننا قوما ضالین، ما بودیم قوم گمراه، قوم گمراه بودیم، حق را قبول نمی کردیم، در حالی که حق بدون فیصل به ما بیان شده بود. بعد قرآن کریم در سوره مبارکه مؤمنون می فهم لهم فیها زفیر و شهیر، آنها را در آنجا ناله های شدید و ضعیف می باشد، چقم می زند ولی فایده نمی کند. زفیر صدایی که ناشی از بیرون کردن شدید نفس است، و شهیق صدایی که ناشی از پس فرو بردگی شدید نفس است، که هم تو قیدش بکنی، یک طرف بیرونش میکنه بسیار بلند و پس که جمعش میکنه بسیار آهسته. خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، در آن دوزخ میباشند، در او عذاب میباشند جاودان، ما دام تا آن که آسمان ها و زمین برپا است. این جمله کنایه از دوام همیشگی است، چنانچه عادت عرب ها هم امیر رقم بود که چیزی که برای دوام بود میگه که هذا دائم دوام السماوات والارض، به معنای هو باق، یعنی این چیز تا که آسمان ها و زمین است با تو بوده باشد، به معنای عزیز که یعنی دائم و پا برجا و همیشه. مراد از سماوات جهت علو و مراد از ارض جهت پایین، این هدف است. خالدین فیها، همیشه می باشند در آن، ما دامت السماوات و الارض، تا که آسمان ها و زمین است. الا ما شاء ربک، مگر آنچه پروردگارت بخواهد. ان ربک فعال لما یرید، یقینا که پروردگار هر چی که بخواهد همان را انجام می دهد. یعنی اگر بخواهد کسی را از دوزخ بیرون کند، قدرت دارد که بیرون بکند، هیچ کس مانی مشیت الهی شده نمیتواند. حالا که خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، همیشه در آتش دوزخ میباشند تا که آسمان ها و زمین است، مگر اینکه پروردگارت بخواهد، زیرا پروردگار فعال لما یرید است. مقصود این آیت خلود آنها را در دوزخ به مشیت پروردگار مربوط کرد و هیچ چیز از مشیت الهی بیرون نیست. درباره الا ما شاء ربک، علما گفتگوی بسیار زیاد دارند. اگر میخواین که تفسیر الا ما شاء ربک در این آیت و آیه بعدی را خوبتر بفهمین، پس به تفسیر طبری جلد هفتم مراجعه کنین، به تفسیر ابن کثیر به جلد دوم مراجعه بکنین، انشاءالله در دویش قصر بسیار دراز و همه گیر توضیح کرده است. ولی ایتو که انسان بگه که الا ما شاء ربک، استثناء در الا ما شاء ربک متوجه موحدی نیست که مرتکب گناه کبیره شده است، و همچنان کسایی که رحمت پروردگار عظیم شامل حالشان می گردد، که او جز به کلمه توحید چیزی دیگری نیست. بنابراین
مسلمانان گناهکاری که چنان گناه‌های بزرگ انجام داده باشد که باید همیشه در آتش باشد، مشیت الهی تعلق با اونها میگیره. الا ما شاء ربک، مگر وقتی که الله اراده بکند به بیرون کردن از او. ان ربک فعال لما یرید، بیشک پروردگارت انجام میداد آنچه که بخواهد. پس یک کسی مسلمان ولی بسیار زیاد گناهکار، او را هم یک زمان میکشد. پاداش نیکبختان را شرح می کند که و اما الذین سعدوا ففی الجنه، و اما کسانی که نیکبختان در بهشت جای دارند. نیکبختان عبارت از پاسداران دین، پیروان انبیا و علمای حق پرست و مؤمنان صالح که هدفشان در دنیا چی بود؟ نشر دین بود. و اما الذین سعدوا، و اما آن کسانی که نیکبختان به اعمال صالح، ففی الجنت، پس همیشه می باشند در جنت، خالدین فیها، ما دامت السماوات و الارض، تا که آسمان ها و زمین است، تا که آسمان و زمین است، اینا در کجا می باشند؟ اینا در جنت می باشند. الا ما شاء ربک، جز آنچه که پروردگارت بخواهد. پس خلود بهشتیان در بهشت و نعمت های گوناگون و فراوان به ایشان داده می شود و ذات خداوند متعال واجب نیست، واجب سرش نیست، بلکه همه به مشیت الهی تعلق میگیرد. هیچ کس سر الله حق ندارد، هیچ کس سر الله حق ندارد. از این خاطر برای از این که قدرت استیلای خود را تثبیت بکنه، الا ما شاء ربک گفت. و چون بیشتر استثناء ذکر شد، لذا ممکن بود کسی گمان کنه که شاید زمان فرا رسد که نعمت های پروردگار همچی شود، منقطع شود، خلاص شود. از این خاطر برای دفع از این گمان چی میکنه؟ میگه عطا غیر مجدود، این جنت، این نعمت عطایی است که انقطاع ناپذیر است. بناهن آلی دقیق خود قرآن شرح میدهد. در اول الا ما شاء ربک استثناء شد برای گناهکارای موحدین و مسلمانان. جنت که شد ما دامت السماوات و الارض، این به خاطر تأیید ذکر شد. استثناء که الا ما شاء ربک آمد به خاطر اموک مشیت الهی را که همان قدرت حاکمه عزوست، او را به ما تثبیت کرد. تشویش در دل ما پیدا شد که نشوه که یک وقت جنت ما را هم ختم بکند. رب العالمین به خاطر از بین بردن از تشویش چی فرمود؟ عطا غیر مجدود، این جنت و این نعمت ها عطایی است که انقطاع ناپذیر است، این خلاص نمی شود. در حدیثی که امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب تفسیر و انذرهم یوم الحسره، در زیر ازی آیت حدیثی از رسول ما صلی الله علیه و سلم را میاره که پیامبر علیه السلام میفرمه که یؤتا بالموت که هیئت کبش املح، میگه در روز قیامت مرگ را به صورت گوسفند شاخدار او را حاضر میکند. فیونادی منادن، آواز میکنه آواز دهنده، یا اهل الجنه، ای اهل جنت، فشرائبون و یندرون فیقول هل تعرفون هذا، با آواز بلند فریاد به ای ساکنان بهشت. پس آنها سرهای خود را بلند نموده خوب اتصای میکنند که پس میگوید که آیا ایره مشناسی؟ امی گوسفند شاخدار ایره برش میگوید که فیقولون نعم هذا الموت، میگن بله مشناسیم که امی مرگ است. و کلهم قد رآه، کلگی ایره میبیند. ثم ينادي يا اهل النار، باز آواز میشاد به اهل آتش که شما ایره میشناسین، ایره میبینین. اونا میگن که بله ایره ما میشناسیم که این مرگ است. بعد از او فیذبح، امی گوسفند شاخدار که مرگ است ذبح میشود. ثم یقول، باز گفته میشه یا اهل الجنه، ای اهل جنت، خلود فدا موت، امیشگی و جویدانگی برای شماست، فلا موت، از این بعد دیگه مرگ نیست. و یا اهل النار، ای اهل آتش، خلود فلا موت، با شما هم جاویدانگی در امی آتش است، دیگه مرگی وجود ندارد. بعد از او باز ابو سعید خدری رضی الله عنه و ارضا هم از پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم در کتاب الجنه و صفت و نعیمها در این روایت میکنه، یونادی منادین ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، باز آواز برش می شود که ای بهشتیان،
این انسانایی که اعمال صالح کردن و وارد بهشت شدن، شما همیشه صحتمند می باشید، هیچ وقت دیگه مریض نمیشین، هیچ وقت مریض نمیشین. او تو مرگ گم کرد علمه که ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، همیشه جور می باشی مریض نمی باشی. و ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، همیشه زنده می باشین، دی مرگ به سراغتان نمی آید. و ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، همیشه جوان می باشین، دیگه ریش سفید و پیش سفید نمی شوین. و ان لکم ان تنعموا فلا تبتئسوا ابدا، همیشه از نعمت های پروردگار استفاده بکنین در حالی که تنگ دست و بد حالم نمیشین، هیچ وقت تنگ دستم نمیشین، خلاص هم نعمت های نمی شود. بنان رحمت خداوند متعال چنان وسیع است و الله متعال نصیب ما و شما بکند. بنان چیزی با پیغمبر ما علیه السلام می فرماید که این در جنت چیزهای از نعمتهای الهی است که ما لا عین رأت، هیچ چشم او را ندیده است، ولا اذن سمعت، هیچ گوش او را نشنیده است، ولا خطر على قلب احد، و در ذهن انسان هم او تیر نشده است. و ایره رب العالمین در روز قیامت برای کسایی که لا اله الا الله محمد رسول الله بگوید، الله متعال نصیبش میکند. ولی لا اله الا الله را صدقا من قلب باید بگوید، از با تصدیق ای را باید بگوید. و در حدیث رسول ما صلی الله علیه و سلم ای هم می آید که در روز قیامت الله متعال بدترین انسانی که از او که دیگه انسان خراب نیست، وقتی که در آتش می افته، بعد از او روزهای سپری می کند، به الله متعال التجا می کند که یا الله، ما خو لا اله الا الله گفتم و اعمال خوب نداشتم، ولی ای کافرها همراهش یک جای هستم، پس به لطف کرمت مرا از این آتش به می کنار بکش، به می طرف دیوار نزدیک و کمی شغله آتش مرا نگیرد، هیچ چیزی دیگری نمی خواهم. الله متعال امتو می کند، ایره جدا می کند، دورش می کند از آتش. بعد می بینه یک چند روز آرام می بوده باشه، خوشم می باشد، یک درخت در کنار از این دوزخ امتو سبز می باشد، به الله متعال باز می که پروردگارا تو خو عزیز و کریم استی، ما کدام عملی ندارم که او را شفیع بگردانم، ولی تقاضا میکنم به اساس کلمه که ما را از می آتش بکرد، در زیر مدرخ قرارم بده، هیچ چیزی دیگه نمیخوایم. الله متعال امتو میکند، تعهدش هم قبول میکند و ای را از آتش میکشد، در زیر از درخ قرارش میدهد. بسیار زیاد خوش میباشد، بسیار زیاد خوش میباشد. بعد امی وسیم جنت و معطر جنت ای به مشامش می آید، بسیار مقبول بوی گلهای زیبایش. بعد میگه چی است؟ که بوی جنت است که می آید. باز به الله متعال التجا که پروردگار یک بار ما را وارد جنت بکو، که می سیلش بکنم که می جنت چطور است، باز پس ایجا می آید، دیگه خود چیزی ندارم. الله متعال ای را وارد میکنه به جنت. در جنت که داخل می شود دیوانه واری ایران می فیده که کدام طرف بره، گاهی طرف راست می رود، باز وار خطا میشه که نشود که این طرف از پیشم بانه او جا را اعلام میکنه، این طرف میرود و سرگردان میباشد. باز میگه که خدایا این جای مقبول و این زیبا ای از آن کدام بنده صالحت میباشد. الله متعال میگه این از تو است، این را به برکت لا اله الا الله محمد رسول الله این را برای تو داده. و از بس خوشحالی میگه که خدایا تو بنده ما هستی و ما خدای تو هستم، این رقم است، بس غلط میشه از پیشش. الله متعال رحیم است و مهربان است. بنان امید داریم که رب العالمین ما شما را گناه های ما شما را ببخشد و مورد لطف و عنایت ما شما را قرار بگیرد. حالا تا اینجا که آمد به ما شما این پیام داد که اگر گپ پیغمبر را قبول کردیم، شریعت الله را قبول کردیم، خداوند متعال به ما دو جنت میده. دقیق شدین؟ یک جنت امی دنیا میدن، دنیای ما هم جنت میشود و جنت دیگری آخرت ما را الله بر ما خوب میکند. بنان شریعت خدا که بیاید، رب العالمین دو جنت به ما میدن، زندگی دنیا هم با امن و با عزت و مقبول و با برکت، و زندگی آخرت هم مورد نعمت الهی است. شما باور به خدا بکنید که رب العالمین به خاطر کلمه لا اله الا الله همه چیز را آفریده است.
همه چیز را آفریده است. هر قدر که این کلمه تحقق بیشتر پیدا بکند، با امو اندازه خداوند متعال دنیای ما را جنت می سازد، خانه ما را جنت می سازد، قلب ما را جنت می سازد و خوشی همیشه برای ما شما می آید. از این خاطر است که یکی از روزها کسی وفات می کند از پاچا و کلانا. بعد دوستای فکر می کنم که شیخ عیاض رحمت الله علیه می باشد، میگه بیچاره وفات کرد ولی بالزد ترین چیز دنیا را نچشید. کسی گفت سر پاچا بود، چی مانده بود از او؟ گفت بودن با الله متعال. لحظاتی که انسان با الله می باشد، از کل نعمت ها که در او نعمت بلندتر و عظیمتر و وزمینتر است. بنابراین ما در دنیا هم جنت داریم، دنیای ما جنت است اگر ما با الله باشیم، اگر ما عقیده خوب داشته باشیم و با خداوند متعال مقبول زندگی با معرفت داشته باشیم. بعد نعمت های جنت را خداوند متعال طبیعتا نصیب ما شما میکند. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. دعا بکنه خدای پدر و مادر ما را مورد رحم و مغفرتت عنایت بفرما. مشکلات دنیا و آخرت ما شما را الله حل بکنه. توفیق خوبی ها را الله متعال نصیب ما شما بگرداند. در کشور ما الله متعال امن و امان و استقرار ببخشد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. كسائك دعاء خاصة خداوند متعال دعائشان قبول بك.